محسن عزیز میپرسه که بود یا نبود عناصر دینی در رد اعتقاد به آنها مهم است یا دلایلی که باعث می شود گروهی به آنها باور داشته باشند و ما باید در کدام راستا از این دو راه قدم برداریم؟ یعنی فکر میکنم منظورشون اینه که صرف دینی بودن باید باشون مبارزه بشه یا با این نگرش، درسته؟ درست برداشت کردم سوال؟ بله. خب در واقع ببینید، اصلا فازی که الان در واقع تو فاز دومه در واقع بحث واردش میشیم، من در واقع فاز یک اللحاظ دینی بررسی کردم این داستان رو. فاز دویی که دقیقا دارم واردش میشم، در واقع هم این الگوها رو ما دیدیم که چطوری در واقع اتیان شکل گرفتن، چه چیزهایی رو دارن در واقع چیز میکنن. ما الان در واقع میخواییم همون الگوها رو توی امروز در واقع بررسی بکنیم، در چیز کنیم، بعد در واقع جلوه این در واقع این نگرش مذهبی، این طرز فکر، این در واقع فقط خود اون آیتم مذهبی نیست که مورد مشکل ایجاد میکنه. ما ممکنه از مذهب در واقع رها شده باشیم دقیقاً، ولی همون رفتار مذهبی رو توی یک قالب دیگه نسبت به یک آیتم دیگه، نسبت به یک اعتقاد دیگه، نسبت به چیز دیگه انجام بدیم که چیز بشه. این در واقع به عقیده من، اصلا هدف من از این بحث اینه که ما نه تنها با خود مذاهب و خود آیتم های مقدس در واقع باید مقابله کنیم و مبارزه کنیم، بلکه با هر در واقع نوع رفتار مذهبی که نسبت به هر چیز دیگه ای، هر آیتم دیگه ای داریم در واقع چیز میکنیم، باید سعی کنیم اونها رو هم تعدیل بکنیم. نباید سعی کنیم که در واقع نه، قطعا فقط صرف مذهب نیست، فقط صرف یک مذهب خاص نیست، فقط صرف اسلام نیست. درسته که اسلام در واقع به عقیده من بزرگترین معضل جامعه ما، جامعه ایرانی و جامعه جهانیه، ولی در واقع خود نگرش مذهبی، خود این سیستم در واقع چیز، این خودش کلا معضلی هست که حالا در بخش دوم بیشتر بهش چیز میکنه. من باید بگم که من فکر کنم خیلی از کسایی که فعالیت‌های آگاهی‌سازی یا سیاسی میکنن، خیلی باید بیشتر فاکتور انگیزه رو خیلی بهش اهمیت نمیدن. یعنی که ما باید چیزی که به شما انگیزه میده از مهمتره. ببینید، شما تو وقتی که مطمئن باشین که تا اونجا که تونستین سعی کردین مطمئن باشین که عقایدی که دارین پخش میکنین با واقعیت تناقض نداره، خب بعد از اون فعالیتتون باید اون روی چیزی باشه که شما بیشتر دوست دارین، نه که چیزی که فکر میکنین نه این مهمتره اون مهمتره. هر چیزی که مهم باشه، مهمتر باشه ولی به شما انگیزه فعالیت نده، شما ممکنه روش مقدار کار کنین ولی بعد از این مدتی دیگه ول میکنین. شما تا وقتی که آگاهی سازیتون مطمئن باشین که دروغ نباشه یا عقاید خطرناک پخش نمی‌کنین یا اینکه عقایدی که با واقعیت تناقض دارن پخش نمی‌کنین، بعد تا وقتی که تو مطمئن باشین، حالا بعضی میگن که ما چی مهمتره، چیزی مهمتره که شما دوست بهش کنجکاوی دارین، بیشتر دوست دارین، بیشتر باعث میشه که برنامه درست بکنین، کتاب بنویسین، فعالیت بکنین روی جاهای مختلف، اونو ملاک بذارین. یعنی که مثلا بعضی میگن که باید نه، اگه درباره علم بیشتر بحث بکنیم این بهتره، بعضی میگن نه درباره تاریخ دین اگه بیشتر بحث کنیم بهتره، بعضی میگن نه باید اصلا اصول منطق رو باید بیشتر بحث بکنیم، بعضی میگن نه اصلا باید ادیان مختلف رو باید همشون رو درس بدیم که ببینن که مقایسه ادیان با هم نشون میده که اینا همشون بی خوده. شما اینا همش چرا یکی، چرا دوتاش، خب چرا همش نه؟ شما کسی که شما خودتون ببینید کدوم بیشتر دوست دارین. بعضی دوست دارن در باره منطق صحبت کنن، خب بذارین اونا، این بهشون انگیزه میده. بعضی بیشتر دوست دارن که برن نشون بدن که ما اصلا سند داریم که داستان اسلام، تاریخ داستان هم اصلا همش قلابیه، همش دروغه، سند داریم. شما دوست دارین رون کار کنین. چی کار میکنم خیلی بستگی داره به کسی که دارین در، یعنی روی آدمای مختلف، روی مسلمانای مختلف یا روی دیندارای مختلف یا خدا باوران مختلف یا حتی کسایی که اصلا دین ندارن و چیزای چرت و پرت دیگه اعتقاد دارن، روش های مختلف روی آدمای مختلف کار میکنه. بعضی یه روششون کار میکنه، بعضی یه روش دیگه کار میکنه. بعضیا دوست دارن یه نفر بیاد خیلی دوستانه باشون رفتار کنه، بعضی موقع یه کسی اصلا
خیلی شدید به دینش حمله کنی شوکه میشه، میفهمه که اشتباه میکرده. خب برای همین همه این روش ها، همه روش ها رو باید انجام بدیم. رو بعضی ها اینکه چی کار میکنه خیلی فرق داره، بستگی به بیننده داره. اگه روش من کار نمیکرد، ممکنه مثلا من یه روش دارم، کرمیت مثلا یه روش دیگه داره، به یه کسی دیگه روش دیگه داره. خب میاد نگاه میکنم برنامه منو، میبینه ای آرمین اصلا من از نفع حرف زدنش اصلا خوشم نمیاد، میان کرمیت رو نگاه میکنم میگه ای من اینو دوست دارم. خب برای همین هم کرمیت باید باشه، هم کسای دیگه باید باشن که همه اینا رو ما کاور بکنیم. نظر من اینه. کاملا درست، کاملا موافقم آبی جان. من هم در واقع کاملا به این معتقد هستم و درست میگید. هر کس روش های خودش رو داره، بسته به روحیاتش، بسته به طرز فکرش. مثلا من خودم یه مقدار سیستم تهاجمی دارم در واقع، نسبت به اینکه بی‌تعارف در واقع چیز میکنم، خیلی مؤدب هم نیستم توی برخورد با دینداران. و واقعیت قضیه اینه که خب برمیگرده به تجربه شخصی خود من. من خودم مثلا خب به هر حال در من خودم خانواده مذهبی هستن، من مادرم محجب است، نماز میخونه، چیز میکنه. من خودم در تا مثلا شاید 20 سالگی آدم اعتقاد مذهبی داشتم. اولین چیزی که در واقع توی چیز شد، اولین ضربه‌ای که مثلا به اعتقادات من خورد، یه خاطره شخصی کوچیک من تعریف کنیم واسه برگردم به سر بحث، این بود که در واقع چیز شد تو دانشگاه. یه دفعه وایساده بودیم با دوستانمون، داشتیم اونجا صحبت می‌کردیم، یه کسی در واقع یک از این بچه‌ها فکر کنم انجمن اسلامی چیزی بود، یه چند تا از این اوراد و ادعیه اسلامی آورد، مثلا یه برگای کوچیکی بود چون که تعارف کردن به ملت آورد جلوی من رد کرد. من خب چیز بودم اون زمان، مثلا خب من خیلی در واقع مذهبی و چیز حساب نمی شدم، به خیال شده بودم مثلا یه مقدار چند سال قبلش مثلا خب یه مقدار اعتقاد مذهبی شدید تری داشتم یه اون موقع، یه خورده توی حالت ریلکسی بودم دیگه اون تایم. اوورد مثلا چیز کرد به من یه طرف که من خب نگرفتم، یه لبخند مرسی. این یه دوستی داشتیم اون در واقع از این آتئیستای دو آتیشه در واقع خیلی چیز بود، اون برگر ایارو گرفت همجوری نگاهی کرد، بعد برگر رو ریز ریز کرد، زیپ شلوارش رو باز کرد، ریخت همه رو اون تو، زیپش رو بست. یعنی اصلا قیافه اون شخصی که در واقع داشت چیز میکرد، پسرک اصلا کف کرده بود، یعنی نمیتونست تصور کنه که همچین چیزی وجود داره. کلا اصلا منتظر بود طرف سوسک شه، مثلا سنگ شه، یه چیزی بشه. نه اصلا هیچ اتفاقی هم نیفتاد. و در واقع این برخورد حالا درسته به نظر خیلی ها بخواد در واقع یه جور برخورد تهاجمیه مثلا چیز برسه، ولی واقعیتش تجربه شخصی منه. من خودم برام در واقع اون بوتی که ساخته بودم از مقدسات واسه من اون لحظه شکست، مثلا که یه چیزی دیدم که تا اون موقع ندیده بودم که چقدر راحت میشه مثلا یه همچین برخورد کاملا متناقض و متضادی کرد با چیزی که تا مثلا دیروزش مثلا من فکر می‌کردم واقعا دیگه خیلی حرکت عجیبی، خیلی چیزه. در واقع شاید بتونم بگم یکی از چیزایی که من رو در واقع موو کرد، در واقع اعتقاداتم رو شروع کرد تکون دادن، که در واقع یه مقدار چیز کردم این بود. من حالا خودم هم در واقع یه مقدار سیستم تهاجمی این مدلی در واقع برخورد، نه به این شکل فیزیکیش، ولی مثلا تو در واقع به صورت مجازی نوع برخوردم در واقع این مدلی که اون قداست زدایی میکنه از در واقع مفاهیمی که به نظر ملت میاد که نفوذ ناپذیرم، قابل چیز نیستم، در واقع اون بوت بزرگی که در واقع چیز هست رو میشکنه. حالا توی بخش سوم خیلی بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم. خب بخش سوم من میخوام شروع کنیم پس. من ببخشید اجازه بدید یه سوالی هست، البته به بخش ارتباطی ندارم، اما یکی از دوستان بله؟ پرسیده، گفته که صرفا هم از کردیت پرسیده که میگه یه سوال فلسفی، نظر راجع به جبرگرایی چیه، دترمینیسم؟ عرض به حضور شما که خب من اگه میشه بله من جبرگرا نیستم، ولی خب بحثش خیلی مفصله اگه بخوایم بازش بکنیم و دیگه به تایم فریم این برنامه متاسفانه نمیرسه. اگه دوست دارن در مورد این مورد بحث کنن، من خب آیدی توییتر من رو دارن و در واقع چیزم هست، میتونیم توی فرصت دیگه در واقع اینو چیز بکنیم، چون همینجوریش من فکر کنم خیلی دارم وقت برنامه رو در واقع چیز میکنم میگیرم دیگه، ترجمه دارم وارد بحثی که خارج از در واقع چیز باشه نشه. من دیترمینیست کامل هستم، من اعتقاد من جبگرا نمیرسم. چه جالب ترجمه جالبی داره جبگرا دیترمینیست. آره خب یعنی پس تو به آزادی کرمی جان، تو به فری ویل آزادی چی میشه اعتقاد داری؟ ببینید در واقع بخواید حساب بکنید، اگه بخواید خیلی بازش کنید در حد مثلا نه 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 فقط برای نه
ببینید اونجور که بخواید فکر کنید که من هیچ، شاید من هنوز دارم مقاومت میکنم، میدونم دقیقاً تو به چه دلیلی که جبرگرا هستی، من شاید هنوز تو اون استیج موندم، هنوز دارم نسبت به این قسمتش مقاومت میکنم که در واقع بخوام خودم رو مثل یه رباتی در نظر بگیرم که فرآیندش داره در واقع کنترل میشه و بر اساس اون در واقع من دارم چیز میکنم، که مقدار هنوز من این استیج رو نکردم. همین حرفی که خودت اول برنامه گفتی، میخوای واقعیت داشته باشه برای همین اعتقاد. بله میگم هنوز من تو این استیج خورده هنوز در واقع دارم با خودم کلنجار میرم، هنوز اینو رد نکردم، ولی در واقع فکر میکنم دورنمای در واقع چیز شاید برسه به اونی که در واقع شما داری میگی، ولی فعلا هنوز در این لحظه هنوز فکر میکنم یه شانسی دارم به خودم میدم که در واقع بتونم یه دست و پای بزنم این وسط، ولی خب دیگه فعلا در واقع میدونم دقیقاً به چی داری اشاره میکنی. من به اراده آزاد اعتقاد ندارم، ولی خب درست.